بسم الله الرحمن الرحیم امروز روز بیست پنج شنبه 25 ماه نوامبر است و سشن سشن دوم جامعه شناسی اسلامی است و از آسیا جان مشگان امینی تشکر میکنیم که این سشن جامعه شناسی اسلامی و جامعه شناسی در, در کل کتاب که شما میتونین که درباره اسلام بخرین و بخوانین از آمازون Principles of Islamic Sociology ای به زبان انگلیسی نوشته شده در سال 2011 یعنی ده سال پیش و اول دفعه یک بحث جامعه شناسی به حساب قرآن نوشته شده که پیش از این خدا غریق رحمت کنه علی شریعتی بسیار مسائل گفت اما به روی اساسات تیوری به روی اساسات تیوری نگفت و تشریکت موضوعات و بسیار قشنگ تشریکت و ما از شاگردای علی شریعتی استیم در این مو... مو... موضوع منتهی ای کتاب پرنسپلز اف اسلامیک اکسوسیولوژی اولین کتاب جامعه شناسی اسلامی است که به اساس تیوری نوشته شده وزیر ایرانی ها بسیار خوششان آمدن چند سال پیش ایره از من اجازه گرفتن که به فارسی ترجمه کنن وزیر به فارسی ترجمه کردن و اولین کتاب انگلیسی ماست که به فارسی ترجمه شد دیگه دو هفته موضوع توحید صحبت کردیم که تا که شما توحید نفهمین هیچ چیز در اسلام و بدون اسلام کسی که به وحدانیت خدا اعتقاد داره اگر توحید نه توحید در ریش و هجاب و نمیفهمم لباس دراز و لباس کوتاه و نمیفهمم پنج وقت نماز و روزه و اینا نیست اینه باید بفهمین او, او چیزایی است که برای ما دا، 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 مثل یک توفه داده شده که ما همیشه یعنی خوش باشیم و آرام باشیم و خوبتر زندگی کنیم و چون یک موجود اجتماعی است از نگاه جامعه شناسی انسان یک موجود اجتماعی است مثلا شما زکات که میتین خدا به زکات شما احتیاج نداره اما شما یک چند نفر غریب بیچاره را کمک میکنین شما خود لینک میکنین مثل می کامپیوتر و لینک میکنین به غریب و غربه نه که خدا به زکات شما احتیاج داشته باشه یا مثلا شما نماز میخونید نماز تو خدا به نماز شما هیچ کلام احتیاجی نداره اما شما نماز میخونین که چون یک هایلو مورفیک هستین از جسم روح ساخته شده روح شما همیشه شاد و بشاش و سر حال باشه و یا مثلا شما حج میرین کسایی که میتانن به خاطر از که نشان بده که تمام وحدت وجود نشان بده که تمام جهان هستی و خدا و همه یکی است به حال توحید ما در هفته گذشته تشریح کردیم و اینال چپتر دوم مدینه است The First Muslim Society اولین جامعه اسلامی انال پیش از که شما مدینه را بفامین <تصفح> مدینه شهر مانو میتن و پیش از که حضرت رسول کریم از مکه به مدینه هجرت کنه نام از این شهر یسرب بود میشه. با سه نوشته یا سه ری به یسرب به مجرد که حضرت رسول کریم به شهر هجرت میکنه یسرب نامش مدینه میمونه باز در میتون قدیم آمده که چون نام کفار بود و چطور بود و چه کار بود من وش اعترام دارم قبول دارم اما از نگاه جامعه شناسی مدینه یعنی که شما آل از حالت قومی و قبایلی و سهر و جادو و زن و گمان زندگی کردن و با تبیز و تعصب و تنگ نظری زندگی کردن از این حالت شما برآمدین آل شما یک مردم شهری شده یعنی کل تفاوت میان مکه و مدینه اینمی است که مکه توحید و خداشناسی را تبلیغ کرد و مردم به خداپرستی دعوت کرد که مردم خدا را بشناسن و توحید را بشناسن اما وقتی که در مدینه هجرت میکنه و یسره به مدینه نامشه میمانه در است که نشان میده که اناره دیگه شما وقتی که مسلمان شدین و خدا را شناختین شما اینا باید که شهری زندگی کنیم از این از در فرهنگ ما در گذشته و آله ما یک کلمه داریم به نام دیکی و یک کلمه داریم به نام شهری امی شهری اساسا این مسئله مدینه است که کسایی که در شهر زندگی میکنن اینا بسیار مور سافستیکیتت هستن از نگاه فکری و مغزی و تحقیقات و, و روابط زیست باهمی و, و دگه و دگه و با مردم دیکی یا قریایی مثل طالبا اوتو, نیست لذا مدینه که مهم است و اولین جامعه اسلامی است و علماء مدینه فاضله میگن برای از اینکه در مدینه فاضله تبعیض و تنگ نظری و تعصب نبود یگب و شما دیگه شهری میشین وقتی که شهری میشین تمام چیزایی که کفر و شرک و تعصب و تبعیض و جنگ و داوا و بی عدالتی یا دیگه پشت سر میمانین. این آره دیگه شما یک آدم شهری است اینا بزرگترین شاخصه یک آدم شهری به قانون بودن است و مدینه کاری که مدینه کرد در اسلام و مقایسه مکه این است که مدینه مردم نه تنها که شهری ساخت مردم وادار ساخت که آلا دیگه شما باید که با قانون زندگی کنه و یک کسی که با قانون زندگی نکنه او پس اون حالت قومی و قبایلی و دیکی و پسرفته پس, رفت، پس رفته و عقب مانده را می داشته باشه حالا مثلا شما در اروپاستن Uh, و یا در امریکا شما از یک استاپ, ساین تیر میشین میگن برو بابا موتر نیست هیچ کس نیست پشا پر نمیزنه تیر میشین این می یک کار غیر مدنی است و از یک شما قانون مشکنانید لذا محمد صلی اللہ و وسلم وقتی که آمد در مدینه و هجرت کرد و نام یسرب مدینه من یکی از خواسته هایش از جامعه مسلمان همی بود که آلا دیگه شما باید با قانون زندگی کنید آلا دیگه شما باید که با قرارداد زندگی کنید با معایدات زندگی کنید و یکی دیگر از نگاه قانون رابطه داشته باشید از همین خاطر است که در قرآن آمده که شما کس که قرض میتین نگه که دو کاتب بگرین یک کار مدنی است امروز هم شما یک خانه میخرین اونجا یک لایر میشنه کلش نشته میکنه شما امضا میکنه و ثبت دفتر میشه یک کار مدنی است این همین کارهای مدنی را که امروز شما میبینین این همین کارهای مدنی 14 ست سال پیش روی دست گرفته شد توسط پیغمبر اسلام که شما چطور با قانون زندگی کنین و حقوق یک دیگر از طریق قانون بشناسین و مهمتری که با قراردادها زندگی کنین از این با مردم یهود قرارداد بسته کرد با مردم نصارا قرارداد بسته کرد و این قراردادها باعث شد که موقف مسلمان ها همیشه روشن باشه اه اه نه این که به گالت جنگل زندگی کنن و هر کس سر هر کس و هر کس تصمیم بگره و هر کس هر کس در کفر بگره و هر کس نی اینمی مسائل در مدینه از بین رفت و اولین مسجد در مکه ساخته نشد اولین مسجد در مدینه ساخته شد به نام مسجد قبا و مسجد تنها برای مر نماز نبود تمام فتواهایی که پیامبر میداد گردمایی های سیاسی که میشد در دا داخل مسجد صورت می گرفت لذا مسجد در اساس یک ارگان سوسیوپولیتیک است سوسیو از سوسیولوژی آمده پولیتیک از سیاست آمده سوسیوپولیتیک یعنی که یک ارگان اجتماعی است که به اساس سیاست های امو امو دوران زمان بنا مانده شد لذا مثلا بالا می شد خود می داد که مثلا شما که کوشش کنین که برادرها و خورایی که فقیر استن و دستشان بگیرین و کمک کنین مثلا باز یک, یک کس, یک, کس،, آمد پیشش گفت که من بسیار فقیر هستم و سرمایه ندارم من خیلی صدقه نتم خی... ما چطور میشون گفتو که در مقابل یک برادرت یک لبخند بزنی یک لبخند اونمو بهترین صدقه است ببینید که مردم تشویق میکرد به زیست با همی از طریق قانون و از طریق معایدات و قراردادها و مناسبات حسنه قانونی که مردم با چیهود چی یهود بود چه نصارا بود هر کسی که بود و خود مسلمان ها با یک, با یک سبک زندگی کنن که نه خودشان صدمه ببینن نه دگاه حقوقشان پایمال شود یعنی تنها مسئله در مدینه مسئله حقوق مسلمان ها مطرح نبود و نیست و هیچ وقت تو باید نباشد در مدینه حقوق بشریت مطرح بود از امی خاطر است که قرآن آمد گفت که الحمدلله رب العالمین نگفت که رب المسلمین ایجاست که یک دفعه در و... مدینه یک مرد یهود امرای یک مرد مسلمان یک مشکل پیدا کرد و این مشکل سر کدام مال و متا و ترا بود خب مجوزیاتش فراموش فراموشم شده منتاش اما اصل گپش شما بگیریم و سر کدام سپر بود یا, یا مال بود یا هر چی که بود اینا داوا داشتن و پیغمبر آمد و بین از اینا میانجیگری کرد داخل نتیجه گرفت که امو یهود عقب جانب است و این مسلمان عقب جانب نیست پس عقب امو یهود در دا دستش داد برای که مدینه تمام مدینه اساسش قانونگذاری و عدالت است و عدالت اجتماعی است و این عدالت اجتماعی بین زن و مرد تمام اقوام و که کل اگر گفت انم المؤمنین الاخوه یعنی تمام مردم در در دین با هم خواهر و برادر هستند و ایام در تفاسیر تمام تفاسیر اینم المومنین الاخوه غلط تفسیر شده و معنی شده گفتن که مومنان با هم برادر هستن و در ایج زنا را کشیدن که یک اشتباه بسیار کلان بوده در تفسیر وقتی که میگه اینم المومنین،, المومنین الاخوه مومنین اخوا تمام مسلمان و مومنین با هم خواهر و برادر هستن هیچ واژه اخوه بسیار بر ما مهم است اخوه یعنی که وصلا که شما در ایتمولوژی یا واجه شناسی عربی مطالعه میکنین ببینین که اخوه هم اخ با مرد هست با مذکر است و اخت بر مؤنث پس اخوه برای اردوش هست. از است از این خاطر اگر دیاد دا داشته باشین در افغانستان یک آدم که بالا میشد سر یک پودیوم که سخنرانی کنه میگفته که خواران و برادران عزیز اونا خو خوار ما در خون نبودن برادر ما در خون نبودن میگه که خواران و برادران عزیز این زمی آیه آمده که ما کل ما در دین با هم خواهر و برادر هستیم معنی از این در گذشتام در سال گذشتام برتان گفتم باز تکرار احسن است برتان میگم که مثلا این آسیا جان یا لمیا جان در دین خواهرم است معنی از این چیز معنی از این است که من باید غیبتش نکنم پشت سرش گپ نزنم اگر کمک کار داشت کمکش کنم و اعترامشه داشته باشم حقوق آزادی فکری و بیان و اقتصادی اونایش پایمال نکنم بالمثل آسیا جان باید که تمام حقوق مرا بشناسه در تمام امور زندگی حال مثلا فوزیه جان همسر ما تاور مثال ما فوت میکنم و فوزی جان ای تنامی باشه و در ای حالت است که یک کس برش پیشنهاد میکنه که ما میخوایم که تو را کنم ایجا فوزی جان دو چایس یا گزینه داره یکی میگه که آه تشکر شکر من قبول میکنم شما زنده باشین یکی میگه که نی ما مزد میخوایم وقتی که میگه که تشکر ما قبول میکنم در نکاحش داخل میشه وقتی که میگه ما مزد میخوایم پس خواهرش میشه در یعنی که دیگه موتو کدام مناسبات دیگه نداریم به جزی که یک دو تا خوار و برادر هستیم که احترام یکی دیگه و عزت یکی دیگه و حرمت یکی دیگه را باید که همیشه داشته باشیم یا مثلا چون در مدینه حقوق زن و مرد مساوی بود زنها در داخل مسجد امرای پیغمبر و امرای دیگه از صحابه کرام یک جای ششته بودن و یک روز پیغمبر خطابه میداد استاده بود خطابه میداد و یک زن گفته که یا رسول الله تو خو میشه که خسته شوی مانده شوی که که گپ میزنی پس من اجازه بده که برای تو یک،, یک چیز بسازم که سر از او بشینی پیغمبر گفته نظر بسیار خوب است تشکر میکنم ایجا بود که زن یک نجار داشت و این نجار سه پتا زیناگک ساخت که پیغمبر سر از جو بالا میشد گپ میزد و یا مششت که منبر به پیشنهاد یک زن مسلمان ساخته شده در اسلام نه اینکه که منبر هم ترکایی آمده باشه خود به خود و یا مثلا زنا در داخل مسجد بودن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یک روز تصمیم گرفت که این مسئله مهر کم و زیاد کنه بین بین زنا و اینا که مردم زیادتر تشویق شوند به ازدواج یک زن استاده شد گفته که او عمر خلیفه, خلیفه اسلام تو چی حق داری که حقوقی را که خدا بر ما داده تو سر از او گپ میزنی عمر برش میگه که تو راست میگی حق جانب استی و ما اشتباه کرده مزرعت اینی بود دموکراسی اسلامی که فرق بین زن و مرد نبود زنان داخل مسجد بودن منبر پیغمبر خدا به پیشنهاد یک زن ساخته شد و پسان قسمت شما خبر دارین در تونس اولین دانشگاه اسلام توسط یک زن ساخته شد و بیبی بی زینب در جنگ کربلا اولین زن بود که مکتب نسوانه به وجود آورد یعنی زنا در تمدن اسلامی امی مدنی و مدن و تمدن کلش از مدینه آمده تمام واجه های که شما متمدن مدینه مدنی یه سیولایز در کل از یا از نمی مدینه آمده از مدینه فاضله آمده و در گذشته بر شما گفتم که چون خانواده واحد کوچک اجتماع و تمام چیزهایی که در اجتماع شما مطالعه کنین کلش در درون خانواده است به شکل مایکرو لول یعنی که سطح کوچک و در اجتماع به شکل مکرو لول است یعنی سطح وسیع لذا خانواده واحد کوچک اجتماع است و خانواده باید که بسیار مدنی باشه متاسفانه اسلام بعد از رحلت حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم سعید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین اسلام مطلق از مسیرش بیرو شد جنگ ها شد و خودخواهی ها شد و یعنی بسیار خرابی ها شد و بالاخره به دو شعبه شیعه و سنی تقسیم شد یا کلش ساخت و بافت انسان است یعنی در وقت مدینه نه شیعه بوده نه سونی بوده نه مذهبی بوده این چیزا کلش پسان برامد لذا امروز اگر یک کس مثل من مذهب نداره به یک مذهب خاص یعنی متکی نیست این حق مسلمان است که به یک مذهب باشه یا نباشه چیزی را که ما بعدا نمیتونیم او خداپرستی است و یک زندگی متمدن داشتن به اساس چیزایی که در مدینه بنیان گذاشته شد لذا اینال شما ام تعریف میکنین که یک انسان مدنی چطور باید باشد یک انسان مدنی از نگاه جامعه شناسی برزی که جامعه شناسی هفته گذاشته برتان گفتم که یک مطالعات یک انستیتوشن است یک انستیتوشن یک،, یک ارگان یک سازمان است مردم راه میرن و بازار سودا میخرن نیست یک انستیتوشن است ای ال این انستیتوشنه که ما صحبت میکنیم انستیتوشن خانواده است اینال یک مرد مدنی یا یک زن مدنی اول با اخلاق میباشه میگه که ما پیغمبر میگه که ما بر تکامل مکارم اخلاق آمدیم انسان ها میتونن که اختلاف نظر داشته باشن انسان ها میتونن که جگرخون جگر خون شون بعضی که سایک انسان ها رویات انسان ها روان انسان ها یعنی که شست شما یا نشان انگشت شما فرق داره از یکی دیگه از کل انسان ها فرق داره این همیتون تمام رویات ما تا از قسم که کلان شدیم قسم که تربیه شدیم یا کلش سر اپ در, در بزرگ شدن ما بسیار زیاد تاثیر داره که ایره در علم امروزی سایکو هیستری میگن سایکو هیستری سایکو از سایکولوژی آمده و هیستری تاریخچه روان و رویات یک آدم که چه قسم کلان میشه مثلا شما اگر کت اولادتان بسیار همیشه به خشونت رویه میکنین و او را کم میزنین که یعنی تو خردستی نمیفهمی یا مثلا او را حق نمیتین که گپ بزنه یا از این امثال که در افغانستان که وقتی که ما جوان بودیم به خانه ما نبود منطقه در بسیار خانواده بود معلومدار او اولاد شما توقع نداشته باشین که بسیار یک انتلیکچول یک متفکر بار بیاید اتا بسیار تحصیل یافته شوه حتی شرمنوک بار میایه میترسه از مردم میترسه از خود میبرزی که شما تمام امو چیزایی که او در خوردی باید که برش معیام میشد و او بروز میکند او را شما کشتین در مخوردی بخاطر از اینکه ام قسم که تربیه خودتان فکر میکنین که به و فشار و دو زدن و اتگاپا خصوصا امروز که ما در غرب هستیم و در ایجا مسائل Human Development Theories تیوری های انکشاف و توسعه انسانی بسیار شدید مطرح است و ما خودم شخصا نمی تیوری ها را پنج سال درس دادم در دا دانشگاه این مسائل بسیار مطرح است که شما حتی در سایکولوژی همی اولاده خورده به نام Little People یاد میکنن. Little people یعنی که مردمان خرد یعنی که تمام احساس و عقل و همه چیز دارن تنها تجربه که شما دارین اونا ندارن. و که او شش سال است، تو چل سال هستی اما تمام احساس از او روح و روان او ترایزو مثل خودت هست اگه تو تو جریادار میکنی تو یک جانی را تویل جامعه میکنی شما خودتان ببینین مثلا دمی اروپا ما کل ما با کشتی مهاجرت آمدیم از سفر شروع کردیم من خودم شخصا از ظرفشویی شروع کردم در یک هتل دو سال پیش اما چون که اون فرهنگ خانوادگی بود که ما باید درس بخوانیم خدا بکشیم من خدا کشیدم مثل ما ها نفر دیگه خود اون دوره که ما آمدیم امریکا شاید تعداد بسیار کم بود برای که ما از اولین کسایی سیم که امریکا آمدیم ام شاید وقتی که ما آمدیم ام یک سی نفر در امریکا یا چل نفر در امریکا بود از می دوره کومونیستا و هجرت بعد از سال اشتاد شروع شد در امریکا ما در افتاد نو آمده بودم ام دوره که ما آمدیم ام کلگی خود کشیده نتانست در حالی که ما کل ما در یک کشتی اجرت آمدیم از سفر شروع کردیم از ظرفشویی و خانه پاکی و هر چی که بود ما شروع کردیم اما یک تعداد خود کشیدن نتانست این دلیلشی نبود که او امی فرصت که برای من مساعد بود اینجا خو خب مسئله واسطه و وسیله و ترانه است نیست باید کار کنیم زحمت بکشیم منتها اما اندیشه سالم خودسازی پیش از اینا نبود از این خاطر است که اینا نتانستند که خدا بکشن و قسمه که باید میکشیدن و این یکی از تاثیراتش تاثیرات خود تربیه است که یک آدم در گذشته شده و دیگه باز فکتورهای جامعه شناسی داره که مثلا مسائل اقتصادی است و مسائل خانواده است و خود فشار متریالیزم امریکایی که برو بیادر پیسک ساختی درس چی به درد میخوره فلانی اونه 80 هزار دلار می‌سازد، هیچ یک درس هم نخوند. حالا چرا خود زامت میتی ما همو علم و دانش و معرفت و اینا رو ما پایان زدیم خود ما قصدن و عمدن در حالی که دین ما دین علم و معرفت است و وقتی که قرآن می و قر رب زدنی علم الهی علم افزایش بده ایم, 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 ایم ای نیست که ما اه اه چیز اه قرآن شریف از کنم و چند تا حدیث کنم و بر رسول بر شما بگویم و فکر کنم که من اگه عالم شده نیو تو نیست وقتی قرار میگه اگه قرار رب زدنی علما یعنی که شما درشتی طب، درشتی درشتی در اشتی تب در اشتی ساینس در اشتی بیولوژی در جامعه شناسی در آرت و نرهای زیبا در کمونیکیشن و تلویزیون هر چیزی که علم که در جهان است شما باید خود برسانید اون چالش ما ایست که ما چطور همه چیز باز عیار میکنیم با مسائل اخلاقی دینی خود ما این چالش علمی مسلمان است. لذا مدینه که آمد مدینه که اون علما مدینه فاضله میگن که از فضیلت آمده این واقعا یک انقلاب فرهنگی بود در جامعه بشری یک از 400 سال پیش و شما کسایی که در لندن زندگی میکنین شما برین تاریخ انگلیس رو بخونین 100 سال پیش 120 سال پیش در انگلستان زنا حق میراث قطعا نداشتن یعنی 100 سال 120 سال پیش حق میراث نداشتن اما 1400 سال پیش بر زنا حق میراث ها میدن 1400 سال پیش مدینه میگه که مختن علم بر مرد و زن فرض است 1400 سال پیش میگه که یک دختر حق داره که شوهر خود انتخاب کنه 1400 سال پیش میگه که من شما را به خاطر پول و ثروت و نسب و مقام اجتماعی و اینایتا نمیشناسم مگر تقوا پس تمام مردم مدینه مساوی ساخت وقتی که مسجد قبا آباد شد در اوجا کس کسای سردارای بسیار بزرگان بودند که مسلمان شده بودند و فقرا هم مسلمان شده بودند اما وقتی که مسجد وقتی مسجد آباد میشه و مردم به نماز استاد میشه در پشت پیغمبر در اینجا مسئله که ما بچه فلانی و نواسه فلانی و سردار استم و نایفان وزیر استم و سفیر استم ایگه پا کلش ضرب سفر میشه غریب و معتبر یا سروتمند و مستمند عالم و دانشمند و امی کلگی کل در یک صف استاد میشه در پشت پیغمبر در حالی که امروز یک کس یک کلان از اینا در غرب میمونه در کلیسا او را یک،, سال بعد یا کم یا زاد انگلیس میمونه یعنی زن الیزابت باز شما که در کلیسا که تجدید گرفتن در پیش و پیش تمام رئیس جمهوراست و رئیس جمهوراست و نایف آدم های کلان و سرشناس و ایناست که میشنه اسلام آمد و مدینه طبقات اجتماعی یا سوشل کلاس از بین برد که شما خدا خدا شما را تنها و تنها به خاطر تقویتان مشناسه نه ای که شما چی مقام اجتماعی دارین یا ثروتمند هستین یا به این گپ بسیار سر تاثیر کرد که من چلا دو سال پیش که آمدم ما بین قوس بر شما قصه کنم رفیقایی که من دور ما جمع شده بودن کلشان استادای دانشگاه بودن منتها اینا استادای دانشگاهی بودن که ویرجینیا تک نام داشت یک انستیتوت بسیار مشهور تکنولوژی و بزنس و تکنولوژی و ایژوکیشن امریکا در شرق امریکاست و شما ورجینیا تک که گوگل کنین عظمت از این یونیورسیتی رو میفهمین ما و فوزه جان دمیجه بودیم و فوزه جان از ویرجینیا تک ماستری خود گرفت و در ما امرای یک تعداد مسلمان های برخورد کردیم که اینا کلش استادای دانشگاه بودن یکیش بیولوژی درس میداد یکیش فیزیک درس میداد یکیش اندستریال انجینیرینگ درس میداد نه ریش داشتن نه کلا داشتن نه عبا داشتن نه قبا داشتن اما هر پنج شنبه یک جای جمع میشدیم و کلگی اه اه سر یک گپ میزد سر یک گپ میزد و اینا کلشان استادای دانشگاه بودن باز ما یک روز ما هم وقت ظرفشویی میکردم ما یک روز ازشون پرسان کردم که ما یک سوال دارم که شما کلتان استادای دانشگاه هستین و ما ایم دش واشر شما چطور که امرای ما رفیق شدین همین پیش ما یک سوال است از ما از کابل آمده بودم که در اوجه نظام طبقاتی بود باز بسیار خنده کردن گفتن که برادر فرید ما تو رو تنها به خوبی های انسانی و تقوی تو مشناسیم نه ای که تو چی کار کنی تو اما تو یک برادر ماستی که این یعنی برادر ما که پروفیسر از برادر ماست و این سال بر من تاثیر گذار بود بر از که من که جامعه شناسی میخوندم و جامعه شناسی می خواندم ما متوجه شدم که اسلام آمد کمی طبقات اجتماعی یا سوشل کلاس از بین ببره. و, 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 و اول خوی بسیار سرم تاثیر کرد وقتی که معوا کابل مسجد نمی رفتم هیچ کدوم به مسجد در واشنگتن دی سی پایتخت امریکا که ما رفتم از خاطر کارهای ویزا و روز جمعه بود و من رفتم در مسجد واشنگتن دی سی که به کمک تمام کشورهای اسلامی ساخته شده مثلا و ترکیه داده و قالینایش ایران داده و کاشیش ترکیه داده و یک پیسی امار شهر عربستان سعودی با یعنی یک مسجد بسیار باشکوز ما برای اول نفر در او مسجد خب بعد از اینکه در ویرجینیا تک ما نماز میخواندیم در اتاق ما رفتم که اوجا سفرا آمدن و سفرا روز جمعه سفرای کشورهای متعدد می آمد و دیگر کسایی که در سفارت کار میکردن و در شرکت ها دیدم که کل مردم یک جای سیاه و سفید و فرانسوی و امریکایی و عرب و کل اگه یک جای استاده شده در پشت امامی که نماز میداد و هیچ مسئله طبقات نبود که سفیر سب است باید پیش استاد شد این آدم مثل فرید یونس یک شاگرد است این باید داخل استاد شد من در پولی یک آدم استاد بودم خود سفیر کنم کشور بود اینجاست که مدینه آمد که طبقات اجتماعی را از بین ورداره و مردم کلش ایکوال بسازن اینا شما فکر کنین که در افغانستان چقدر قومگرایی و قومپرستی و اینا مسائل واقعی اسلام در افغانستان حال نه که شما چهار تا طالب هم تمو گذشته ها در وقت سردار داود خان در وقت پیش از سردار داود خان در وقت محمد گل مومند و نادرشاه و پیش از او که صدها شیعه اینا خانوادهاش رو برباد کردن کوچ دادن مردم ها رو به زور مسلمان ساختن در نورستان مثل امیر عبدالرحمن خان که کار کرد و نامش نورستان من در قرآن میگه که لا اکراف دین نگذار در راه دین اجبار باشد تو اونا رو به اون قسم کفرشان قبول میکردی اتر ریاست میکردی که اونا خودشان به تشبس خود مسلمان میشده صدا تا رهبرای نورستان زولانه نکردن در کابل آوردن و اینا رو به زور مسلمان ساختن مردمای های شیعه را تارمار کردن باز اقوام کوچ دادن در دا شمال برای از یک ستلمنت داشته باشن نامای قصبات از از ازبکی و فارسی و اینا تبدیل کردن به پشتو این چیزه است که خلاف اسلام خلاف مدنیت و خلاف تیچنگ یا رهبری مدینه بود که در افغانستان شد و یک چند نفر هم یک صدای خود کشیدن وقت صدای خود کشیدن که کمونیستا آمدن اما پیش از او کلگی خود خاموش گرفته بود و چرا خود خاموش گرفته بود بخاطر خاطر از که نگاه جامعه شناسی در افغانستان یک ازدواج شد قوم با مذهب مذهب و قوم یک ازدواج کرد در وقت نادرشاه که هر چیزی که قوم میگفت مذهب بوره خاموش خودم میگرفت هر چیزی که مذهب میگفت قوم خود خاموش میگرفت و ای اتحاد مذهب و قوم باعث بربادی افغانستان شد و ما همیشه از امی برادرهای ما که تحصیلات بلند دارن در دین و باز تبلیغات هم میکنن و اینا ما یک سوال بسیار ساده دارم که چرا افغانستان امروز 43 درصد سابق 50 درصد 70 درصد بود حالا کمتر شد 43 درصد به سواد داره در حالی که مدینه آمد گفته که آموختن علم بر مرد و زن فرض است چرا ملک ما به سواد داره این گناه کیست آیا این گناه پادشاه های ماست این گناه وزرای معرف ماست یا این گناه قشر مذهبی است که مردم کور نگاه کردن اینم یک سوال ساده چرا یک مرد افغان یا یک زن افغان از حقوق تعلیم و تربیه مطلق محروم شد ما توقع نداشتیم که افغانستان اپولو بسازه یا راکت بسازه یا زیر، یا،, یا, تحت البحری بسازه یا در فضا بره ما میخواستیم که مردم با عدالت زندگی کنند اما اینمی عدالت در افغانستان تعمین نشد به خاطر قوم و به خاطر قوم و خودخواهی ها و غصب قدرت و در قدرت بودن جامعه شناسی بسیار زیاد جالب است وقتی که شما تمام مسائل مدنی مدینه را آره ببینین سلمان فارس سلمان فارس از ایران بود ای اول ای سوی شد با سفر کرد و سفر کرد و سفر کرد و بالاخره در مدینه که رسید این مسلمان شد این مسلمان شد بازی پیغمبر گفت اخی برادر و او بالکل کل شاخ کشیده بود که چطور که مرا برادر میگه و از ما کل ما شما در دین با هم برادر و خواهر هستیم یعنی مدینه یکی از شاخصه های بسیار بزرگ مدینه همی بوده که از نگاه جامعه شناسی طبقات اجتماعی یا سوشل کلاس که در اروپا زیاد در اندام کرد باعث به نام اشراف و دهاقین و کارگران و دیگه و دیگه که باعث انقلابات شد و باعث به وجود آمدن لینینیزم شد و حقوق کارگران پای مال بود و دیگه و دیگه و, و انقلاب سنتی انگلستان و دیگه و دیگه یا کلش در مدینه مطرح شد حالا شما ببینیم که وقتی که پیغمبر در مدینه میه یک کارگر که کار میکرد میگفت اول پول کارش بتین بعد از در کار چی ما یک کارگر دارم در دا اینه میخوانی خود که ماهی دو دفعه میایه. و چون ما اسما دارم همی سبزه و سغلات و ترا تکلیف میدم اینه میگه اولی بسیار خورترک داریم یک اولی بسیار نیست پاک میکنه و درو و ما هر ما پیسه کی پیشکی یعنی او اگر نبیایه یا باید ما دو دفعه بیایه اگر نبیایه او نمیگه که نارد تو مرا وقت پیسه ها ما برات مف کار میکنم او گپا نیست اما اون پیسه شا پیشکی برش میتم امی اول دسامبر پیسه ها چه شست دالر او بر دو دفعه میه اول برزی که اینمیست اینمی اینمی مدینه با با مدینه زندگی کردن اینمیست بنابرای ما کل ما باید که مدینه را بسیار بدقت مطالعه کنیم و ببینیم که زندگی خود ما آیا ما حق شوهر خود پایمال میکنیم؟ آیا ما حق زن ما پایمال میکنیم؟ آیا یک کسی که مثلا سخن میگه ما او را در جایش میشون و میگم نگو بر از که تو کافر میشی او را علم البیان به شما علم بیان را مختم و ما او را از حقوق عقی خداییش محروم میکنم یا یا مثلا یک دختر بدون از که ما از او پرسان کنیم که توی نمی بچه را دوست داری یا خوش داری یا میخوای بگیری ما پش میکنیم که برو بگرش که کار داره و نخوش کار داره و موتر داره خانه داره پدرش خوب آدم است ما هیچ از این دختر پرسان نمی کنیم که کنی. تو خوش هستی به می ازدواج یا نی؟ ای که دخترهای خورتسال نکا کردن و اینا به خاطر از یک یک حدیث غلط آمده در میتون دینی ما که دختره که ماهیش صدیقه نو ساله بودم در حال که ماهیش صدیقه مطالعات نشان میده که شانزه ساله بودم و باز مشکل عمده ما مردم از نگاه جامعه شناسی چی شد؟ ای شد که ما ایوازه که بریم تمام چیز از اسلام پیدا کنیم و او را اصلش بر مردم پیشکش کنیم ما خدا انداختیم در دا 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 دامن غرب که غرب خودش در یک منجلاب بسیار عمیق روحی و روانی و اقتصادی و ترا یعنی شتنک میزنه خود کشیده نمیتونه شما برای نمیاد گوگل کنین نمی کسایی که در روی هایوی کشته میشن یا شعرا کشته میشن به خاطر الکل شما برین گوگل کنین که همین میار طلاق در انگلستان یا امریکا چقدر بلند است شما گوگل کنین که چقدر مردم به خاطر به خاطر میراث، مثلا پدر خود مادر خود کشته فقط گوگل کنید حاجت نیست که پای من رو لذا ما که بریم جواب خود از اسلام پیدا کنیم که ما مسلمان بودیم و کل ما اطراف میکنیم که دین برحق است و کل ما میگیم ای دین عدل است و میبینیم که دختر ما برخلاف مدینه بدون اجازهش بر نکاه داخل میشه مردم از حقوق کلام و با بیان ما اینا را محروم میکنیم مطبوعات سانسور میکنیم حال نه در گذشته تا یک آهنگ دکتر صرف دستگیری سرسفید ماستن خبر دارن که شما خود جوان هستین در افغانستان حتی یک آهنگ موسیقی را کنترل میکنن که ایره که بزد دولت است یا بزد فلانی خان است یک آهنگ که مردم بشنون ای که با تو کنی که یک مقاله سیاسی نوشته کنی خب بهو به یعنی این کارا کلش خلاف مدینه و خلاف اساسات بشر حقوق بشر و خلاف اساسات مدنیت یعنی مدنی یعنی مدینه یعنی افکار و والای پیامبر بود لذا شما خودتان پیش خود فکر کنین که چقدر شما با مدینه زندگی میکنین آیا زندگی مدنی واقعا دارین آیا شما اه مثلا اه یک واده میکنین به واده تان وفا کردین آیا شما به اولاد تان دروغ گفتین چرا یک اولاد دروغ گوی بار میه بخاطر خاطر از تو برش دروغ گفتی گفتی که یعنی چیزا که برات میخرم برای از اینکه بازی بیتی باید پسان برش نخریدی مردار رو به اعتماد اعتمادت احتماد از بین میره این چیزایی که در مدینه بسیار زیاد مطرح شد در وقت پیامبر مطرح شد یک آدم آمد پیش رسول کریم گفته که یا رسول الله من یک چیز یاد بده که من هم زنا میکنم هم شراب میخورم هم دوزی میکنم هم شراب میخورم هم زنا میکنم هم دروغ میگم یک چیز من یاد بده که من از این چیز برایم پیغمبر گفته که دروغ نکن. یکی رفت دید که نه اگه من شراب بخورم با بوین شراب خوردیم ما بویم نه دروغ میشم اگه مزنا کنم بوین زنا کدی ما دروغ بگویم باز دروغ میشم اگه دروغ بگویم خب پس با یک دروغ نه نگفتن ای آدم ترانسفارم کرد پرسنالیتی خود ترانسفارم کرد ما با اولاد خود دروغ میگیم اینی برش وعده میکنیم که میری برد میخوریم با نمیخریم برش وزی گروه فریب داده باشیم بعضی که دانش برای یک چند دقیقه پد کنیم یوازی که بشنیم بگوییم که بچیم ما و بابت دو هزار دلار ما شماز. اینی مصارف ماست و ما این چیزا را افورد کرده میتونیم این چیزا را افورد کرده نمیتونیم اما ما هر وقتی که پیسه خوبتر پیدا کردیم اگر تانستیم همین چیز بر تو حتما فراهم میکنیم ای بسیار موثر است از نگاه کمونیکیشن از یک شما به اولادتان درو بوید سبحان رب کرده به عزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدلی رب العلمین.